ساعتی پیش آخوند روحانی قانون جدید شورای نگهبان رژیم رو رد کرد و به وزارت کشور دستور داد طبق قوانین موجود کاندیدهای نمایش انتخابات رو گزینش کنه از طرفی اخبار و شواهد نشون میدن این روزها جدال باندی درون رژیم بیشتر شده و بر سر هر موضوعی حملات باندها جدت میگیره اما چرا شاهد چنین وضعیتی هستیم؟ مگه خامنه ای در آذر 99 به باندهای رژیم هشدار نداد که اگر متحد نباشید نظام تکه تکه میشه پس چرا خودش وارد نمیشه و این بحران شدید درونی رو جمع کنه برای بررسی میسم ماه... ناهید همراه ماست خیلی خوش اومدید خیلی ممنون میسم سوالم اینه که چرا روحانی قانون شورای نگهبان رژیم رو رد کرد بله خب چرایش که برمیگرده به همین بحرانی که در رأس نظام در جریانه اما خب چه اتفاقی افتاد در رابطه با همین موضوع پونزه اردی بهش بود که شورای نگهبان یک مصوبه ای رو که خودشون بودن قانون تصیب کرد که برای احراز صلاحیت کاندیدای همین سیرک انتخابات رژیم چند تا مشخصا پنج شرط جدید گذاشت و به وزارت کشور ابلاغ کرد که بر اساس این پنج شرط باید کاندیده ها رو گزینش کنیم یکی شرط سنی گذاشت بین 40 تا 75 سال مدرک حداقل کارشناسی ارشد نداشتن سوء پیشینه چهار سال حداقل سابقه کار در ارگان های حکومتی یکی هم گفت همین شهردارا و وزرا و همین قارتگرای رژیم که در شهره بالای دو میلیون نفر هستن میتونن شرکت کنن یا نفرات نظامی با درجه بالای سلش کردی برحال این پنج شهر شرط رو گذاشت از همون لحظه خب اینم یه هفته مونده بود به ثبت نام کاندیدا که فرداست از همون لحظه حملات متقابل باند روحانی بینا شروع شد حرف باند روحانی چی بود میگفتن که شما این کارو کردید که دست، دستتون برای حذف نفرات ما هر چی باستر باشه درست. از جمله خب مثلا آذری جهرومی تو این قانون حذف میشد یا نفرات دیگه شد به هر این کشمکش ادامه داشت تا نگاه نگهبانم میگفتش که بر حال این قانونی که ما کردیم و شما باید اجرا بکنید این داستان ادامه داشت تا اینکه همین دو سه ساعت پیش روحانی به وزارت کشور ابلاغ کرد که تو فقط باید بر اساس قانون موجود اقدام بکنی نه, بر اساس قانون شورای نگهبان و بعد هم با یه تنه و به حال بحرانی که بین خودش و شورای نگهبان هست همین جدال باندی گفتش که اصلا شورای نگهبان حق قانونگذاری نداره و قانون و مجلس تصدیب میکنه ابلاغش هم با رئیس جمهوره البته شورای نگهبان در نقطه مقابل میگه که من این کار رو بر اساس اختیارات که خامنی در سال 95 من داد بر اساس گزینش همین صلاحیت کاندیده ها میکنم اما خب این چیزی رو حل نمیکنه روحانی همین پاتکی زد از قبل زمین چینی کرد درست. اومد به معاونت حقوقی ریاست جمهوریش گفته بود که برو رو بررسی کن رست. خب این هم بررسی کرده بودن نمایشی که ساخته بودن بر اساس جواب اونا که گفتن این کارش غیر قانونیه روحانی روش سوار شد حمله رو به شوره نگهبان کرد به. حالا روحانی اینو گفت بلا فاصله کت خدایی سخنگوی شوره نگهبانم گفت نخیر قانون شورای نگهبان برای وزارت کشور لازم و حالا شما تصویر کنید یک نظامی یک حکومتی در رأس حرم قدرتش بین ریاست جمهوری و شورای نگهبانش شورای نگهبان دیگه شورای نگهبان مثلا قانون اساسی رژیم اینطوری جدال هست این به اون میگه این به این میگه اون قانون تصویر میکنه اون رد میکنه به هر حال خب این نشون دهنده یک بحران جدی همونطوری گفتم در رأس حرم قدرت رژیمه خب شما نیا کنید این بحرانم فقط که محدود به این موضوع نیست در هر زمینه نیا کنید این پدیده هست همین الان مذاکرات وین در جریانه درسته برین موازه همین باند اصولگره ها به اصطلاح رو ببینید در روزنامه‌شون، در رسانه‌شون، کارشناسانشون، کارشناسان مقاماتشون، میگن که شما باند روحانی یک مش قرب زده هستین که یک بار رفتین تمام منافع نظام رو در برجام بای دادین الان دوباره دارین همون رو بدترش رو خواهی سر نظام بیارین روحانی گفت سیب و گلابی برجام ما به جا سیب و گلابی گنده چیزی تا ندیدیم الان میخواین دوباره همون گندیدگی رو به نظام بدترش رو تحمیل کنیم درست در باند روحانی هم میگن نه اینکه این که برجام سمر نداد به خاطر این بود که شما چوبلای چرخش گذاشتی آه. شما سوخرسان ترامپ بودین به قول روحانی میگه که ترامپ رو سهیونیستا و, و ارتجاع منطقه از یک طرف و افراتیون داخل هم از یک طرف افراتیون داخل کیان همین باند رقیب رو میگه رو با اونا همجبهش بله چیز ام... هست این در زمینه ویان در زمینه اقتصادی اونا میگن که بعد از هشت سال کارنامه تو شد که دلار رو هم از سه هزار تومن رسوندی به سی هزار تومن و گرونی و فلان و بهمان این هم به اونا میگن که خب شما باعث شدین این تحریم لغم نشه که این وضعیت به این وضعیت دوچار شدیم نه. در هر زمینه ای که بگین در زمینه یه موضوعی واقعا نمونده که سرش با هم اینا کشمکش و در حد بحران واقعا نداشته باشن دیگه اوجش دیدیم این فایل صوتی ظریف بود که چه بلبه در درون رژیم ایجاد کرد همین دیروز تو مجلس ارتجاه دیدین که به دیگه میگفتن که تو به ظریف بله از قاسم سلیمانی کینه داری بله تو پدرکشتگی داری تو اینجوری هستی دیگه حرفای از قبیل خیانت و اینجور چیزا به همدیگه رد و بدل میکنن خب پس این شرایط شرایط عادی نیست در این رژیم ببینید بحران ها به حدی رسیده که به قول خامنه ای خامنه همین دوازه اردی بهش گفت گفت ما در آستانه حساس ترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی هستیم برد. در این شرایط روحانی میگه ما در وسط حساس ترین مذاکرات بین المللیمون هستیم برد. در این وضعیت که یک رژیم یک نظام فارغ از محتواش که دیکتاتوری باشه یا هر چی باشه باید اتحاد عمل خودش حفظ بکنه بتونه همسو اجزاش بتونن همسو با هم یک خط و یک استراتژی رو پیش ببرن نمیدونم که نه تنها اینطوری نیست بلکه تا جایی که میتونن به سر و کله هم میپرن اقدام عملی میکنن مثل همین داستان شورای نگهبان و اینطور شعله کشاکش بالا میگیره در درست الان شما اشاره کردید که خود مقامهای رژیم خود رژیم داره ادعا میکنه که تو بدترین شرایط سختترین شرایط و بحرانی ترین شرایط هستش خب تو این وضعیت چرا خامنه خودش وارد نمیشه و این مو... موضوع رو حتی به طور موقت هم که شده یه جوری جمع جورش بکنه چون به نفر رژیم نیست که اینجوری خب ایش بره در این که به نفرش نیست خب شکی نیست به اولین نفری هم که اینو میفهمه و لمس میکنه حس میکنه خود خامنه بله اما اینکه چرا وارد نمیشه وارد میشه وارد شد شما در ابتدا اشاره کردین در آذر 26 آذر 99 اومد گفت گفتش که به اجزای درونی نظام بله گفتش داد که اگر اتحاد و همسدایی رو پیش نکنیم نظام تیکه تیکه میشه بله درست اما چرا نمیکنه چون ببینید کسی قدرت حل و فصل هم آوردن این شکاف ها رو داره که واقعا توان و ظرفیت و قدرتش رو داشته باشه آیا خامنی داره؟ نداره که نمیتونه ببینید در جریان فایل زریف دوازه اردی بهش به جایی که بیاد این بحران جمع مجور بکنه اومد با یک مجموعه حملات شدید به قول خوش به مسئولین ارشد نظام جمهوری اسلامی یعنی زریف و باند روحانی دامن زد به این پدیده بله خب اما چرا چرا توان و ظرفیت نداره ببینید به خاطر اینکه انقدر خود رو خامنه درگیر بحران های مختلف هست بحران های لاعلاج و نمیتونه پاسخ بده چون نمیتونه پاسخ بده این بحران ها درون نظامش سرریز میشه به قول معروف زمین صف میشه گاف های ولایت اینطور به همگه شاخ میزنه درست هر جمع خودش وارد شده بدتر شده همون 26 آذر که این حرف رو زد گفت نظام تیکه تیکه میشه تو همون سخنانش خودش حمله کرد به روحانی گفت تو که میخوای میگی بریم با غربیا مذاکره کنیم چرا نمی با اجزای نظام مذاکره کنی بعد از فراش روحانی رو جواب میدادن همین نمونه ظریف رو گفتم پس ببینید این در درگیر مجموعه بحران های مختلفش اول از همه بحرانش بحران اجتماعیه به قول خودشون خطر آشوب های بسا فراتر از آبان 98 خامنه‌ای همه چی از این میچینه از قیامی که به قفلی گفته خودشون الان در آستانش هستن الان میبینیم که از چهار ماه پیش اعتراضات چطور داره گسترش پیدا میکنه سراسری میشه هر روز اخشار مختلف همین امروز خب نفتگران اخشار جدید بودن معلمان اضافه شدن به بازنشستگان به دانش آموزان به مال باختگان بورس بله. خب اینها خامنی خوب میفهمه اینا پیش در یک قیام بزرگه قیامی که به خاطر وضعیت و شرایط عینی انقلابی که در ایران هست می خودشون میگن از آبان 98 بس آتشین تر خواهد بود بله. ایزن در منطقه الان همین دقایق پیش آقای دایل اسلامشان شرط شرایط عراق رو توضیح میدادن عمق استراتژیک نظام پس ببینید چون خامنه‌ای نمیتونه پاسخ بده به این بحران ها درون نظام خودش سرشکن میشه چون سرشکن میشه توان و ظرفیت ولایت فقیه در جمع جور کردن این بحران ها کاهش پیدا میکنه و نمیتونه جمع کنه و وقتی این شکاف شکاف درونی رژیم عمیق تر میشه به گفته یکی از امروز یک از بود من مستقل بود گفته بود که این شکاف عامل قیام و اعتراضات میشه و دشمن برانداز نظام مجاهدین بیشترین استفاده رو در مسیر براندازی از این شکاف میکنن به حال این وضعیت کلی رژیم بود که خب یکی از نمودهاش نمود جدیش همین جدالی است که در رأس حرم قدرت نظام بین شورای نگهبان و دولت روحانی در جریان هم. بله با تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم و به سوالات ما پاسخ دادین بینندگان عزیز توجه شما رو به ادامه برنامه تیک تاک جلب کنم روزنامه های حکومتی در کنار انکاس سایر بحران های رژیم هشدار دشمن تیغ برکف آماده براندازی رو هم به سردمداران رژیم دادن نگاهی داریم به موضوعات مطرح شده در روزنامه های حکومتی در رابطه با بحران های فضاینده و نفسگیر حاکمیت آخوندی با سلام به شما خواهش میکنم بفرمایید سلام به شما و سلام درود به همه دوستان و هممیهنان عزیز در هر کجا های حکومتی 20 اردیبهشت رو میشه گفت که در واقع عرصه ای دو تا جنگ هستن یکی جنگ های حاکم برای کرسی ریاست جمهوری رژیم و مذاکره با آمریکا و جنگ دیگه جنگی که مردم و مقاومت آزادی ستانشون با نظام ولایت دارن تو کانون جنگ باندای حاکم سر کرسی ریاست جمهوری رژیم موضوع کسادی نمایش انتخابات و بی مردم به اون توی روزنامه‌های هر دو تا با دیده میشه موضوع بعدی هم قانون من درآوردی شورای نگهبان هستش که جیغ های باند رقیب رو در در حالی که روزنامه های باند خامنه‌ای برای مصوبه شورای نگهبان با تیترهای مثل شورای شفاف کف و سوت می‌زنن اما دعوا سر مذاکره ما آمریکا هم تو روزنامه های امروز تو نقطه روز قبله یعنی حمله به تیم مذاکره کننده که چرا نمیگن پشت صحنه چی داره میگذره توی روزنامه دل و این موضوعی که بیشترین سرمقاله رو اشغال کرد و توی روزنامه باند مغلوب تاکید روی ضرورت معامله با دولت فعلی آمریکا موضوع اولی هست که توصیه کردن قبل از اینکه فرصت از دست بره و دولت آمریکا تو انتخابات پیش رو اکثریت مجلس نمایندگان از دست بده نظام از برخی موازش باید کوتاه بیاد و معامله رو تموم کنه های باند مغلوب در زم تاکید کردن که خبری از لغو تمام تحریم ها در کار نیست بله شما به موضوع جنگ مردم با نظام در روزنامه ها اشاره کردین اساسا روزنامه ها روی چه نکته‌ای در این جنگ متمرکز هستند آیا آنها می‌دانند حذف بخش های گسترده از نظام آن هم کسانی که بسیاریشان دو سال در حفظ و پیشرفت جمهوری اسلامی مسئولیت داشتند و تشکیل دهنده تار و پود نظام هستند تمامی پیکره جمهوری اسلامی را زخمی می کند؟ آیا می دانند این اقدامشان شکافهای های گسترده ای در حاکمیت به وجود می آورد که دشمن از آن بهره برداری می کند؟ این مقاله در ادامه از درهم ضرب شدن و پیوند مجاهدین و اعتراضات اجتماعی ابراز وحشت کرده و نوشته مگر طی چهار ماه گذشته در سطح کشور شاهد زنجیری از اعتراضات اجتماعی نیستیم که حتی با شعارهای تندوتیز سیاسی همراه است و مگر نمیدانیم گسترش این اعتراضات پیامدهای خطرناک امنیتی و غیرقابل جبران در پی دارد این عده چرا نمی بینند که مجاهدین به عنوان دشمن تیغ بر کف علیه نظام که سودایی جز براندازی ندارند هر روز برای توطعه و اختشاش فراخان میدهند. مگر نمی بینند این دشمن دیرینه بر روی ایجاد شکاف ها آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سرمایه گذاری کرده تا جایی که سرکرده آن بی پرده پیام می دهد شق و شکاف در حاکمیت مهار کردنی نیست؟ و حتی آن را علامت احتضار و از لرزه‌های براندازی مینامد روزنامه ابتکار هم توی سرمقالش با تیتر اقتدارگرایی انتخاب یا اجبار روی وحشت باند ولی فقیه برای اتخاذ سیاست انقلابی و آوردن رو به صحنه ریاست جمهوری رژیم انگشت گذاشت و با اشاره به قیام‌های های ده 96 و آبان 98 اینجوری می نفیسه. طرح نام نظامیان به عنوان رئیس جمهوری نه از سر انتخاب آزادانه بلکه ناشی از اجباری استراتژیک بوده است که البته ریشه این اجبار را باید در دیماه 1396 و آبان ماه 1398 جستجو کرد رویدادهایی که روند سیاست ورزی در جامعه ایران را به طور کلی دچار دگردیسی کردند بسی سوال اینه که در موضوع جنگ مردم با نظام آیا روزنامه ها روی نکات دیگه ای هم تاکید کردن؟ بله تو این رابطه نکات دیگه ای مثل بحران بیکاری در شرایط کرونایی و رسوا و برملا شدن ابعاد جدیدی از قارت و چپاول از وجوه و موضوعات مختلف دیگه جنگ مردم با این نظام هستش که روزنامه به اونا اعتراف کردن اما تو کانون این وضعیت موضوع واکسن و بیعملی رژیمه که موضوع هشدار و اعتراف روزنامه های حکومتی شده مثلا تیتر ستاد مقابله با کرونا در آستانه یک بی تدبیری جدید مربوط میشه به مطلب تو روزنامه آفتابی است که به نقل از یک کارشناس حکومتی نسبت به واکنش اجتماعی به باز شدن زودتر از موعد و زود هنگام مدرسه ها هشدار داد و نوشته تا زمانی که هنوز درصد قابل توجهی از جمعیت کشور ما واکسن را دریافت نکرده اند نباید این گونه تصمیمات اتخاذ شود زیرا اگر همچنان خطر بیماری برای افراد در مهر ماه وجود داشته باشد باز هم مردم از این نوع تصمیم ها استقبال نمی کنند و اجازه نمی دهند فرزندانشان در مدارس حضور پیدا کنند آفتابه از یه مقاله دیگه هم داره که توش وزیر بهداشت رژیم و مورد خطاب قرار داد و با یادآوری فضای انفجاری جامعه می نویسه این چه وضعی است؟ گسترش کرونا و رسیدن آن به موج چهارم و ورود انواع انگلیسی و هندی و آفریقای آن مردم را دچار استراب کرده و هر روز بر دامنه نگرانی هایشان افسوده می شود در این میان بلا تکلیفی جامعه در قبال واکسن مزید بر علت گردیده عدم حمایت و کمک دولت از کسبه و افراد کم درآمد قرنطینه را به یک نمایش آزار دهنده تبدیل کرده است انتقال سهمیه پاکبانان زحمتکش به دیگران و موضوع ورود واکسن به بعضی از شهرداری ها موضوعاتی نیستند که بتوان به سادگی از کنار آنها عبور کرد انتظار دلهور آفرین برای نوبت بسیار تلخ و آزاردهنده است روزنامه مستقل هم مقالی داره با تیتر روبات هایی که مرگ, مرگ تایپ می کنند که تو این مطلب ضمن اشاره به عادی انگاری و عادی شدن میزان قربانیان کرونا توسط خبرگزاری های حکومتی می نویسه چرا نه آمارهای مرگ چهار نفره حوادث خم به ابروی ما می و نه مرگ و نه چهار نفره روزانه بر اثر کرونا غم به جانمان می نشانن. بله با این مطلب تلخ رسیدیم به پایان نگاه خودمون به روزنامه رژیم خیلی ممنون از اینکه ما رو همراه کرد در پایان تیک تاک زمین تشکر از همراهیتون به اطلاعاتون رسونیم که برنامه تیک تاک رو میتونید از طریق منظومه شبکه اجتماعی سیمای آزادی دنبال کنید. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.